ایو چطوری یوتیوب؟ جاتون اینجاست. امروز میخوام یه درس زندگی بهتون بدم. امروز میخوام یک پیامی رو به شما برسونم که مطمئنن تو تک تک مراحل زندگیتون از الان به بعد به دردتون میخوره. نکته اول این که من نمیخوام ادا در بیارم، شواف هم نمیخوام بکنم، من نمیخوام دروغ بگم به شما. من این گیمی که امروز میخوایم بریم و دو بار تموم کردم قبلا رو استریم، در نتیجه میتونید منو به عنوان متخصص داره رکورد میشه. من نمیخوام امروز برم چه میدونم اینگول کنم بنگول کنم بیفتم پایین خاک به سرم وای چقدر بد شد، از این ادابازی ها نیست. میتونید به این ویدیو به عنوان یک آموزش جامع و کامل بازی گتینگ اوور ایت نگاه کنید. شاید براتون سوال بشه که امو چرا باید این بازی رو بازی کنم؟ چرا باید این بازی رو تموم کنم؟ این بازی رو باید بازی کنید و تموم کنید و دلیلش خیلی ساده است. به خاطر اینکه اگر یه همچین کثافتی رو شما بتونید تموم کنید، اعتماد به نفس این رو بهتون میده که هر کثافتی رو تو زندگی بتونید برش چیره بشید، بهش فائق بشید و بتونید اون شکست بدید. و این بازی که تموم کردید اسکرین شاتاشو برام بگیرید توی دیسکورد یا اینستاگرام که لینکش هم زیر ویدیو هست برام بفرستید تا ببینم بچهای خوبی بودید و تونستید این چالش رو بردارید و تمومش کنید. اولین نکته‌ای که این بازی داره اینه که سنس موس باید به اندازه کافی برید بالا. موس باید به راحتی کامل بچرخه. وگرنه به مشکل خواهید خورد همونطور که در صحنه میبینید. من بهش ببین خیلی راحت خیلی خیلی راحت نه نشد خیلی خیلی را خیلی راحت اینجوری. تکنیک دوم چکش رو میدی زیر اینجوری اوتسک میدی بالا، یاد گرفتین اوتسک و تمام. این دوتا تکنیک به شد دت توی روند بازی برای شما موثره. باید حتما اینا رو یادداشت کنید، در نه جزوه تمرین کنید، یاد بگیرید. منو که میبینید انقدر ریلکس میرم بالا به خاطر تجربه بسیار زیاد و عقبه بسیار بزرگی که توی این بازی دارم. شاید برای شما و او شیت هیچ کاری بچه ها هیچ کاری اوپ نشد نداره. ببین بازم از همون تکنیک میشه استفاده کرد، اینجوری میکشی زیرش میدین تو. ماشاءالله خیلی 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 ساده. بعد میتونی از دیوارا هم استفاده کنی برای اینکه آفرین. دقت کردی چه اتفاقی افتاده؟ یک بار دیگه تکرار صحنه ها هسته بریم ببین. اینجوری میتونی دیوار خودتو هول بدی. نه اینجوری که نه اینجوری میری بالا. ببین میتونی اینجا هول بدی خودتو از دیوارا. میبینی این تکنیکو؟ حالا چپ حالا راست حالا یاد گرفتین؟ به شدت قوی و به شدت به درد بخوره در روند بازی، پس فراموشش نکنید. ببین بعضی جاهای بازی به شدت لیزن مثل این آهنه. اینجوری نفس عمیق ریلکس موسو میچرخونی آروم و رد میکنی. دقت میکنید دیگه این بازی رو من پیشنهاد میکنم بدون حضور آب به اندازه کافی. به مرای مثال به افتخار امیر توسلی ما چای داریم در این ویدیو. بدون اینها این بازی رو بازی نکنید به خاطر اینکه ساعت‌های طولانی این بازی قراره مغزتون فشار بیاره و شما اگر به اندازه کافی مایعات و مایعجات علای این سولاخی باید ویوب بریم بالا. شاید بپرسید سینا میشه از سمت چپش رفت؟ نداداش نمیشه. اگه تونستین بریم برای من ویدیوشو بفرستید امام من میشید. اینجوری که دست خر رو گیر میدی به این چراغا. الان نمیرسه دسته من ولی الان که میرسه اینجوری میندازی چراغ اینجوری فشاری هلش میدی بالا هلش میدی. آه ماشاءالله حالا چراغ اوش مثل استخر میمونه. وقتی میپری تو آب اگه داری غرق میشی بدتر دست و پا بزنی بدتر غرق میشی. اینجا مثل همونه، وقتی داری میافتی
کنترل کن، دنبال یه جایی باش بگیریش، اینجوری دست تو اینجوری چپ و راست نکن، چون میزنی تو در و دیوار خودتو پرت میکنی اینور و اونور و فلان و بهمان و دیگه هیچی دیگه نمیشه جمعش کرد خلاصه. بعد این یکی رو بگیری و تمام. این اصلا ایراد نداره، تنها ایرادش اینه که پاره میشیم. اینجا ریلکس آروم میدی اینجا و اینجوری میام اینجا میکشی زیر خودت و آه خیلی سر راست همینجوری گیر میدی و میری بالا، گیر میدی مثل بوز میری بالا، بعد میندازی این لا و اینجوری میای این و آه میای این و آه میای این و آه میای این و آه میای این و آه. یاد گرفتی؟ اینجا خوشبختانه زیرمون چیز میز زیاده، قرار نیست بیافتیم پایین، ولی اینجا اگر دقت نکنید متاسفانه من میرم به شما نشون میدم بخاطر اینکه من مهارتم خیلی بالاست تو این با چون دو تا چیز تضمین شده است تو این بازی، یکیش اینه که پاره میشید، دوم اینه که عربده میکشید و حتما مد نظر داشته باشید که این عربده شما اگر مزاحم بقیه بشه ممکنه که فکر کنن شما در دیوونه ای چیزی هستید و دیگه نذارید گیم بزنید، بگن این بچه گیم رو ذهنش خیلی تاثیر میذاره، خول میشه، بعد نذارین پای کامپیوتر بشینه. این قسمت از بازی خیلی ساده است، خیلی زیبا، اینجوری مثل بوز همینجوری میچرخونی گیر میدی میری بالا ماشاءالله و اینجا به این بچه میرسین که داره اینجا سرسره بازی میکنه. این نشونه خوبیه، نشون میده شما پیشرفت خوبی داشتین، یه دونه میکشی زیر خودت میری سمت راست و اینجاست که هول نمیشی، میپری پایین، دسته رو فرو میکنی این تو، خودتو گیر میدی و میری ادامه بازی. در نتیجه شما هم یه روز میرسید به لول من، یه روز میرسید، فقط کافیه تلاش کنید. این قسمت خیلی خیلی قسمت تریکیه، اینجا از صندلی میتونی استفاده کنی بری بالا، یه هول نمکی بدی خودتو اینور به دوربین گیر کنی. یاد گرفتین؟ این دوربین خیلی به درد میخوره، بعد میشیش زیرش میری بالا، برو بالا، برو یو او برو بالا، هول نشو، برو بالا، بده هول اینور، انجری برج مبل ما اگه افتادیم پایین هول نمیشیم. ما کم چی تو کامنت ها میخوام ببینم، ما کم نمیاریم. اینجوریه که میرسیم به پرتقال. از اینجا به بعد از لول متوسط کم کم داریم میریم کجا؟ پایین تر که نمیریم، میریم بالاتر. پرش اول خیلی مهمه، اینجا رو برینید ریدید عظیم، تکنیک میکشی زیرش میگیری رو باید خوب اجرا کنی وگرنه رفتی پایین. آروم آروم باش برخورد کنی نمیفتی، ولی اگه باش برخورد نکنی میفتی. با آرامش موس رو تکون، جوری میکشی زیرش میری بالا ولی ممکنه جواب نده و بیفتی پایین، ولی اشکال نداره، جزئی از بازیه این اتفاقات، اصلا خودمون رو نمیبازیم، حتی اگه بیشتر افتادیم پایین اصلا خودمون رو نمیبازیم، دوباره آموزه هامون رو یادمون میاد و برمیگردیم میریم بالا. اوکی؟ اصلا خودمون رو نمیبازیم. میدونم نکاتی که دارم بهتون میگم خیلی زیاده، میدونم که الان ذهنتون پر از اطلاعات جدیده، میدونم که به شدت الان انگیزه دارید که این بازی خودتون برید امتحان کنید و بتونید تمام تکنیکایی که من اینجا مجانی بدون هیچ هزینه‌ای در اختیارتون گذاشتم رو امتحان کنید، بتونید این بازی رد کنید و مثلا بتونید برید به یوسف و علی و جعفر و قلی پوز بدید. اینجا به همین سادگی از شکست نترسید، تلاش کنید، شکست بخورید، هزینه‌شو بدید، بالاخره یک روزی موفق میشید. من چایم حس میکنم تموم شده، باعث شده که یه خورده عمل کردم ضعیف‌تر بشه. پرتقال یک جوری به شما فرو میره که کاملا حس میکنید، در ابعاد کاملا رسیده و بزرگ و خونی حسش میکنید. هوب 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 هوب. شاید با خودتون فکر کنین اموسینا رو دیوونه میشه، نه، اینا آواز جنگ منه. اوپ اوپ
با این بازی باید جنگید. وقتی کارکترت میگه اوپ، تو هم میگه اوپ 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 اوه. خوره چکش بد جایگیر کرده. آها در اومد در اومد در اومد در میاد در میاد این بازی کن. نه دشمن، نو نو فاکین کیل می پلیز، هلپ هلپ می. خب یه گیر زیبا، یه چرخش قوی، جارو صف میکنه، چکشو میندازه، گردشو انجام میده، جارو صف میکنه، چکشو خیلی قوی میگردونه و میرسه به کل شیری. کل شیری ناموسن این دفعه انم نکن، اوکی؟ این دفعه میخوایم مستقیم بریم برای بیلاخ. ماشاءالله بیلاخو میگیره، میکشه زیر بیلاخ، میره بالا، میکشی زیرش، میندازی دورش، میگردونیش، نشد دوباره تلاش میکنی، میگردونی، نشد دوباره تلاش میکنی، ولی هول نمیشی، هول بشی خودتو هول بدی به سمت چپ، خودتو هول بدی به سمت چپ، بعد دیگه هول میدی، دیگه برگشتش به خداست. نشد کش می اینجا یه خورده اینورتر. نه بله بیلاخ ما رو نجات میده، شست قوی. آموزش بازی تا همین جا بود، قسمت اولش. اگه میخواید آموزش قسمت دومو ببینید از این ویدیو، اگه خیلی 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 خارج از تصورتون استقبال بشه، قسمت دومش رو هم میذارم که باقی بازی رو هم نشونتون میدم چجوری باید رد کنید. لایک بالا، کامنت بالا، ویوی بالا، همه چی بالا، آسمونا. من سینا کرشم، مرسی این ویدیو رو دیدین. حتی ویدئوی بعدی می‌بینمتون. خداحافظ.